آقای یاوری ریاست اتحادیه تهران توافقی رو امضا کردن با پلیس بزاویده که دیگه مشکلی نداره شما عکاسی بکنید. عکاسی غیر حرفه‌ای در پلیس اضافه ده، آموزش و پرورش و دفاتر پیشخوان دولت حسابی گلایه دارند و معتقدند که این اقدام نونشون رو آجر کرده. شما میدونید یه قشر خیلی عظیمی از همکارای ما از این طریق دارن ارتزاق میکنن. ما در واقع حقمون رو میخواییم، چیز اضافه تر نمیخواییم. طبق قانون هم چی میگه ما اطاعت میکنیم. تفاهم نامه بین اتحادیه شما و حالا پلیس اضافه ده یا ارگان های دیگه نبوده؟ اصلا به هیچ وجه. ما حق عضویت میدیم، ما برای داریم دارایی عکاسی رو میدیم، ولی کسی دیگه داره سودش رو میبره. طبق قانون ما شکایت هم کردیم، رأی کمیسیون هم اومده که تخلفه و باید جمع کنیم. اینا حق انتخاب یه عکس که میخواد بخوره، یه عمر نشانه شخصیت طرف رو بخوره رو کارتش، متاسفانه حق انتخاب از مردم گرفتن. این نوع عکسی که اینا دارن میندازن هنگام ورود به زندان از مجرمین میگرفتن. جالب اینجاست که حالا عکس عکاس های ایرانی رو سفارت ها قبول میکنن، این سفارت هایی که خارج از کشور، حالا برای اونا بیومتری خیلی مهمتر و امنیت خیلی مهمتره. یه ده رانت ایجاد کردن از این قضیه، بعدی اتاقه که میسازن براشون و تو هر پلیس بزافته ای نصب کردن و فقط دنبال سیچویی هم دیگه. مردم از عکسشون رو راضی نیستن دیگه. شما دیدین که کارتی که ملی عکس میگه اصلا شبیه خودش نیست. خب وقتی طرف شبیه خودش نیست چجوری میشه اینو تشخیص داد برای تشخیص هویتش استفاده کرد؟ بزرگترین دغدغه و مشکل عکاسا به نظر شما چی است؟ بزرگترین دغدغه و مشکلات همه عکاسا، نه من و نوعی، انداختن عکس پرسلینی در دفاتر پلیس به علاوه ده و پیشخوان دولت و پستبانی ها، که این مشکل از سال 1195 در دفاتر شروع شده و یا بهتر بگم شرکت پژوهش و توسعه ناجا وابسته به بنیاد تعاون نیروی انتظامی که بنا به دستور این شرکت تعاونی شغل ما، کار ما از ما گرفته شد و تقدیم شد به دفاتر پلیس بلوی ده. پلیس به اضافه ده هم بهانه‌اش این بود که ما میخواییم کار بیومتریک کنیم که این دروغ وافی بیشتر نیست. ما همه میدونیم دستگاه بیومتریک بالای 7-8 میلیارد تومان حداقل پولشه، به همه جا شکایت و نامنگاری و دیوان اداری هم حتی شکایت کردیم که اینا با نفوذی که در این جا داشتن، در همون دیوان داشتن و اینا، رأی به نفع خودشون گرفتن. این چه کاریه؟ بلد نیستن عکس بگیرن. ده این مال کجاست؟ واه واه چه قشنگ. وزارت صنعت و معدن و تجارت. چشم اینم شما تهران 15/3/98 بابت تخلف پلیس به علاوه 10 دوستان و عزیزان جمع شدن. فعلا اولیاشه، یعنی ساعت 11 قبل بود دارم میان. سایت الکترونیک پلیس به علاوه 10 نگاه کرده باشید، ایشون امنیتی رو به یه مدل دیگه تعریف کرده. نوشته بود عکس امنیتی آثار بیومتریک، ولی اونجا توضیح داده بود که حتما کلاه نباید داشته باشید، عینک نباید داشته باشید، نمیدونم پیراهنتون سفید نباید باشه، محاسنتون نمیدونم فلان باشه، یه چیزهایی که به ظاهر طرف مربوط میشه. این به هیچ عنوان آثار بیومتریک نیست، این در واقع همون عکسه. وقتی یه مشتری میاد ما عکس بندازیم، میگیم آقا کلاهتو بردار، عینکتو بردار، کراوات نداشته باش، گوشات پیمون نباشه. این همون عکسی که ما هم انجام میدیم. ولی عکس بیومتریک چیه؟ منظور از بیومتریک چیه؟ حدود 70 کشور دنیا برای برنامه‌های مهاجرتیشون از بیومتریک استفاده میکنن. بیومتریک علمیه که در اون با استفاده از ابزار بسیار دقیق میشه هویت افراد رو ثبت و تجزیه و تحلیل کرد.
در بیومتریک با استفاده از چهره نگاری، اندازه گیری عنبیه، انگشت نگاری و مشخصات دی ان ای و یه سری موارد دیگه میشه برای تشخیص هویت افراد اقدامات خیلی مهم و موثری انجام داد. اسم بیومتریک گذاشتن روش متاسفانه. این کار دارن انجام میدن. اینجا ما شکایت کردیم به مرکز ملی رقابت شکایت کردیم که متاسفانه باز هم طرف اینا رو گرفتن و حتی با پلیس مبارزه این شدیم که آقا از خود پلیس شکایت بکنیم و پیگیری بکنیم که متاسفانه خود پلیس اومد اصلا دفتر ما رو پلمب کرد، دفتر خود من شخصا پلمب کرد که آقا تو نباید پیگیری این موضوعات باشی، یعنی یه جوری اصلا یه سیستمی برای خودشون چیده بودن و به ما فشار بودن و ما هم دیگه این موضوع رو بیخیال شدیم، به کنار گذاشتیم که دیگه گفتیم برامون دردسر درست نشه چون ما که زورمون به پلیس یا دولت و اینا نمیرسیم. الان عکسای پیرمردایی که موهاشون سفیده و افراد مشکل مثلا حرکتی دارن و نظر جسم مشکل دارن با کودکان اینا نمیتونن بگیرن، کار حرفه‌ایه. اینا یه جوری تربیه کردن که آدمای سالم بشینن تو اتاق یا پشت بلندگو بهش بگه سر تو بالا بگی اینجوری بگی اونجوری بگی تا بتونه اون عکس بگیره، ولی بچه خب اون معقولات خاص خودشه داره که یک عکاس حرفه‌ای میتونه از اون بچه بتونه یک عکسی بگیره که برای پاسپورت استفاده باشه. یا زمینه سفید موهای پیرمرد رو اینا نمیتونن انجام بدن. اگه واقعا امنیتیه چرا اینا رو شما نمیتونید بگیرید؟ اگه واقعا دستگاهتون بیومتریکه چرا اینا رو شما نمیتونید بگیرید؟ چهره ها هم اتفاقا اینا تقریبا تغییر میدن، دفرمه میکنن از نظر عکاسی، از نظر فنی کاملا عکس های اینا ایراد داره. یک نفر راضی نیست. ما میگیم دوستان دفاتر پلیس و علاوه ده یه نرم افزار و سخت افزار که اتحادیه تهران هم ساخت و این کار رو با حالت نمایشی انجام دادم. من عکاس عکسامو میندازم آپلود میکنم به سایت دفاتر پلیس و علاوه ده. آقا یا خانم که میخواد بره بابت پاسپورت شناسنامش قبل از اینکه خودش برسه عکسش با کیفیت خیلی بالاتر آپلود شده تو سایت دفاتر پلیس و علاوه ده. اصلا ایشون علاف هم نمیشه، ولی تو دفاتر پلیس شما 40 دقیقه، نیم ساعت، یک ساعت باید وایسی تازه بتونی عکس بندازی، عکسی که با جوردن های ویب انجام میشه. متاسفانه گوش شنوایی نیست، این میندازه تو کاسه اون، اون میندازه تو کاسه اون، هیچ بار مالی داره براشون دیگه، نمیتونم بگذارم از این قضیه. عکاسی الان هیچ راهی برای درآمدش نداره، اگر اینکه آدم به شکل زیرزمینی کار بکنه به این ورانور باج بده و نمیدونم کارهای خلافی و این چیزا بخواد انجام بده که حالا متاسفانه در تو ایران انجام میشه دیگه و حالا میان گاهن به اسم خارجی ولی روی اون محصولات پوشاک و اینا عکسایی که میخوره مثلا لباسای زیری که داره فروش داده میگه به خیلیش عکسشون به خود ایران میگیرن، دارن از این راههای اینجوری خلاص دارن، گاهن خیلی اندک عکاسی اینو میخورن، ولی خب اصل و پایه عکاسی که درآمد بر اساس عکس پرسنلی بوده متاسفانه به طور کامل از عکاس حذف شده. من به اطلاعاتون برسونم اول آقای زنجیر رئیس دفتر هیئت عالی نظارت اومدن با معاون و رئیس بازرسی کل وزارت کشور وزارت سرت اومدن جلسه ای گذاشتیم، قرار بر این شد که یک کاری انجام شده، بعد از 22 بهمن اولین روزش که شروع میشه یه جلسه بذارن با تمام آقایونی که در این زمینه باید باشن، فشار حداکثری اینا آوردن، میگنم اکس حق شما هست و باید اینو به شما برگردیم، باید اون جمع شه فقط اون باید جمع بشه، هیچ عکسی نگیره چون مشتری که میره اون تو عکس میگیره دیگه نمیاد بیرون به شما عکس بگیره. پس در جریان باشیم. جمع شدیم در سکوت، نه دادی زدیم نه بیدادی کردیم، دل نوشتامونو نوشتیم گرفتیم که عزیزان مسئول اتاق صنعت و معدن تهران اون موقع نماینده ما رفت بالا باهاشون صحبت کرد، علی آقا و دیگه دوستان رفتن صحبت کردن، اون موقع به ما وعده هایی دادن که هنوز هم ما سر وعده دوستان هستیم و هیچ نتیجه هم تا حالا نشده.